ترور یکی از دانشمندان کشورمون دیروز حسابی همه رو شوکه کرد. اینکه در روز روشن و در ساعت 2:30 ظهر جمعه یک خودرو نیسان سر راه دانشمند هسته‌ای منفجر بشه و بعد هم تروریست‌ها ماشین حامل این دانشمند رو به رگبار ببندن، خودش موضوع یک فیلم هالیوودی تمام عیاره که البته متاسفانه در واقعیت رخ داد. هستش که دانشمند هسته‌ای کشورمون به دست عناصر ضد انقلاب به شهادت رسید. دقیقا در این محل خودرو نیسان که از قبل پارک بوده هنگام عبور خودرو حامل دانشمند هسته‌ای اون منفجر شده و پس از اون که خودرو متوقف شده عده‌ای مهاجم به سمتش حمله کرد و اونو به رگبار بستن. بعد از این ترور بلافاصله همه اصلا پرسیدن که واکنش ایران چیه؟ بعضی ها گفتن که باید با آژانس قطع رابطه کرد. بعضی ها گفتن که باید منافع اسرائیل و یا حتی متحدانش رو هدف قرار داد. بعضی ها گفتن که حالا باشه بعد از رفتن ترامپ جبران میکنیم. حالا باید بمونیم و ببینیم که وعده انتقام چطور محقق میشه. همینطور که اشاره کردید ایشون امروز در یک سفر در اطراف تهران مورد یک عملیات تروریستی قرار گرفتن و تیم حفاظت ایشون که همراه ایشون بودن در این عملیات درگیر شدن و متاسفانه ایشون زخم برداشتن و با شدت جراحات به بیمارستان منتقل شدن. البته دو نفر از همراهان ایشون هم مجروح شدن در این حادثه. متاسفانه کار تیم پزشکی به نتیجه نرسید و ایشون به شهادت رسید. یکی گفته میشه قبل از این در واقع اون تیراندازی تروریست ها یک ماشین نیسان پار از مهمات منفجر میشه، این چقدر در واقع خبرش درستی نه؟ بله، گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم به همین ترتیب است. ابتدا خودروی عامل ایشون مورد تیراندازی قرار میگیره، بعد از لحظاتی 10-15 ثانیه بعد یک خودروی نیسان در واقع حامل مواد منفجره نزدیک اونجا حدود فاصله 15-20 متری خودروی ایشون منفجر میشه و جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه که ایشون به شهادت رسید. اما از ترور که بگذریم، سیاست‌های کرونایی دولت هم برای مردم شوکه کننده است. مثلا اینکه یهو شبانه اعلام شد همه ی ادارات تهران این هفته تعطیل هستند و بعدش بعضی ها گفتن فعلا خبری از بخشنامه تعطیلی نیست. خلاصه انگار فقط ما بیخبر نیستیم، مسئولان هم از تصمیمات خودشون درباره تعطیلات کرونایی بیخبر هستن و مردم بیخبر هم حسابی اعصابشون خورد شده. مدیریت کرونا در خصوص شرکت‌های خصوصی تصمیمی نگرفته. البته واحدهای تولیدی ما فعالیتشون ادامه داره. ما هیچ کدوم از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدیمون تعطیل نمیشه، ولی شرکت‌های خصوصی هستن که در سطح شهر وجود دارن که ممکنه ستاد ملی کرونا در مورد اونها نیز فردا تصمیم بگیره. آقای انصاری، بانک ها هم جای شبهه داره، چون هم دولتی داریم هم نیمه خصوصی داریم. بانک ها شامل این مسئله خواهند شد؟ نه، بانک ها جزو خدمات ضروری در اون به اصطلاح طبقه بندی مشاغل هم که داده شده جزو گروه یک مشاغل هستن که جزو خدمات ضروری به مردم حساب میشن. البته با تشخیص شورای هماهنگی بانک ها در بانک های خصوصی و بانک مرکزی و دستگاه های مسئولی دیگر امکان کاهش حضورشون وجود داره، ولی نباید اولا خدماتشون تعطیل بشه و ثانیا نوعی کاهش حضور داشته باشن که این به تراکم مراجع کننده در شعب بود. بله آقای انصاری، تو ابتدای صحبتتون یه اشاره کردید به مناطق قرمز و زرد و نارنجی. سوال من الان اینه، این تعطیلی شامل همه این مناطق هست؟ نه، فقط مال مناطق قرمز. مارادونا اسطوره فوتبال جهان هم به خاک سپرده شد و اما ماجرای عجیب عکسی بود که در سردخونه بعضی ها با جنازه این بنده خدا گرفتن. این عکس چنان باعث ناراحتی شد که این افراد نه تنها اخراج که تهدید به قتل هم شدن. این میل به سلفی گرفتن از جنازه از اون ماجراهای عجیب و غریبه که ایران و آرژانتین نداره. یادتون هستش که چند وقت پیش هم عموپوررنگ خودمون با پیکر پدرشون سلفی گرفت و کلی بچه ها رو ترسوند؟ آخه چه کاریه عکس گرفتن با مرحوم؟
و از هر چه بگذریم سخن ریحانه پارسا خوشتر است، بازیگر جنجالی مهاجر که قسمت قبلی درباره حضورش توی ویدیو شادبر گفتیم استوری گذاشته و گیر داده که چرا به خاطر اون فیلم گشت ارشاد 3 به مشکل خورده یا سریال پدر بایگانی شده. بشنوید کیوان امجدیان، کارشناس مسائل سینما، درباره رفتارهای بحث برانگیز و خبرساز این دختر جنجالی چه نظری داره. خانم ریحانه پارسا جدای از این که در واقع حالا سطحی هست یا دنبال افزایش فالوور و این چیز هاست، عمده شهرتش رو به واسطه شناختش از فضای مجازی به دست آورد. او در واقع بعد از سریال پدر وقتی دید که یک جمعی به خاطر تنگ نظری هاشون میخوان اون سریال رو بزنند، سعی کرد ماهی خودش رو بگیره، اگرچه با واکنش درست عوامل سریال مواجه شد، اما او دست بردار نبود و سعی کرد از هر چیزی استفاده کنه برای اینکه در صدر اخبار بمونه، خواه این در صدر موندن به واسطه یک ازدواج، جدایی، نمیدونم پوشش یا بازی در یک کلیپ یا هر چیز دیگری اتفاق بیفته. او صرفا دنبال اینه که در صدر اخبار باقی بمونه و به نظر من این فضایی که پیرامون او ایجاد میشه به او کمک میکنه. یعنی ما حتی اگر بهشون بدزبانی هم بکنیم به سود اوست، هر چیزی که در واقع اینجا اتفاق بیفته به سود او خواهد بود. تا یک بیخبری دیگر، خدا نگهدارتون.